چکمه زرد قسمت 15. پریخان هنگام گذشتن از برابر او گفت: از تو بسیار ممنونم عارف، اگر اجازه بدهید شما را تا مقصد همراهی می کنم. خیر لازم به آمدن تو نیست. پریخان به راه خود ادامه داد. مقدار راهی که رفت بر سرعت قدمهایش افزود. عارف همچنان بر سر جای خود ایستاده بود و نگاهش به دنبال معشوقه بود که او را نمی دید و فقط صدای پایش را می شنید. چند دقیقه که از این ماجرا گذشت، ناگهان عارف به خود آمد. مثل اینکه از خواب غفلت بیدار شده باشد. دستی به صورتش کشید، چشمهایش را مالید و عشق پریخان خانوم در وجودش شعله ور گردید. صدای پای پریخان خانوم دیگر شنیده نمی شد. ندایی در گوش عارف تنین انداخت که چه ایستاده ای احمق، فرصتی گرانبها را از دست دادی. معشوقه از چنگت گریخت، کجا می توانی او را در خلوت به دست آوری؟ برو تعقیبش کن، در آغوشش بگیر و لبانش را ببوس. دست به برجستگی های سینه‌اش بگذار تا این شعله های عشق که تار و پود وجودت را به زودی خاکستر خواهد کرد اندکی آرام بگیرد. برو، درنگ جایز نیست. عارف تسلیم هوا و هوس خود شد و عنان عقل را از دست داد و به سرعت به دنبال پریخان خانوم شروع به دویدن کرد. از خمه یک کوچه که گذشت، صدای پای پریخان خانوم را شنید. بر سرعت قدمهایش افزود. پریخان خانوم که با خیال آسوده شتابان به خانه امیرخان می رفت، با برخاستن صدای پای انسانی از پشت سر او را متوحش ساخت. لحظه ای توقف کرد، سر به عقب برگرداند، پنداشت که دزدی در حال فرار است. تصمیم گرفت خودش را پنهان کند. هنوز تصمیمش را اجرا نکرده بود که صدای عارف را شنید که می گوید: بانوی عزیز صبر کنید، با شما حرف دارم، بایستید. پریخان متحیر ماند و آنچه در ابتدای برخورد با عارف از مخیله‌اش گذشته بود در اینجا به مغزش خطور کرد. عارف در حالی که نفس نفس می‌زد خودش را به پریخان خانم رسانید. در مقابلش ایستاد، از خود بی خود شده بود. هر دو دست را به شانه های او گذاشت و گفت: فرصت گرانبهایی است. پریخان به میان حرفش دوید و با تعجب پرسید: چه فرصتی؟ اینکه عشق خود را به شما بازگویم. اوه عارف، از جاده ادب خارج نشو. نه عزیزم، باور کنید دیوانه شما هستم، دوستتان دارم، خیلی وقت است که عاشق شما شدم. پریخان به صلاح خود دید که به هر طریقی هست عارف را دست به سر کند. او را مخاطب قرار داد و خنده کنان گفت: حالا وقت این حرف ها نیست. اگر بیش از این معطل کنی فرصت گرانبهاتری از دستمان می رود. چه فرصتی گرانبهاتر از این که عشق خود را نسبت به شما بگویم و شما آن را بپذیرید؟ پریخان آهسته هر دو دست عارف را از روی شانه‌اش برداشت. دست راست او را در دستش گرفت، فشاری به انگشتان او داد و گفت: چه فرصتی از این گرانبهاتر که خلیل خان افشار، پدر تو و لله خود را نجات دهیم. عارف به شنیدن نجات پدر حالت شعفی یافت و به تندی گفت: شما را به خدا بگویید، آیا از محل اختفای او آگاه شده اید؟ پس مرا هم همراهتان ببرید. آرام باش عارف، من به ملاقات مردی می روم که قرار است او از محل خلیل خان اطلاعاتی به من بدهد و تو خود می دانی که نجات خلیل خان برای من از همه چیز مقدم تر است و زندگی را به من تلخ کرده است. عارف از فرط شعف بی اختیار پریخان خانوم را در آغوش گرفت و همین که سر پیش برد تا او را ببوسد، پریخان با دست سر او را عقب زد و گفت: مؤدب باش و فوراً به خانه‌ات برگرد. سپس خودش را از آغوش او بیرون کشید، چادرش را مرتب نمود و به راه افتاد. عارف به دنبالش دوید
و با لحن ملتمسانه‌ای از وی تقاضا کرد که او را همراه خود ببرد. پریخان بیان که لحظه‌ای توقف کند یا به عقب برگردد به او دستور داد که فوراً به خانه‌اش برود و از تعقیب او خودداری نماید. عارف چند قدم در تعقیب معشوق رفت و وقتی دید وی کمترین اعتنایی به او ندارد ایستاد. جرأت پیش رفتن نداشت و آنقدر ایستاد تا صدای پای پریخان قطع شد و دیگر شنیده نمی‌شد. سردار شمخال خان و سردار امیر خان دو دوست صمیمی و متفق در اضطراب و ناراحتی عجیبی به سر می بردند و از تأخیر پریخان خانوم دلشان به شور افتاده بود و پی در پی از خانه خارج می شدند و نگاهی به داخل کوچه می انداختند. شور دل سردار امیر خان بیش از سردار شمخال خان بود و حتی به او پیشنهاد کرد که به اتفاق تا پشت دیوار باغ حرمسرا رفته و به جستجوی پریخان خانوم بپردازند. شمخال خان نه فقط با پیشنهاد او مخالفت کرد، بلکه با خروج عروج و جیهون هم از خانه نیز موافق نبود. در خلال همین مدت دقلباب خانه او در آمد. سردار امیر خان زودتر از دیگران خودش را به در خانه رسانید و همین که با پریخان روبرو شد بی اختیار او را در آغوش کشید و پس از یک بوسه کوتاه که از لبان او برو بود پرسید: کجا بودی پریخان؟ آیا اتفاقی برایت افتاده بود؟ به دنبال او سردار شمخال خان علت دیر آمدن او را پرسید. پریخان نگاهی به یک یک آنان کرد و آنگاه گفت: خیر، در انتظار فرصت مناسبی بودم که بتوانم از حرمسرا خارج شوم. بعد پرسید: آیا برای حرکت آماده اید؟ شمخال خان جواب داد: خیلی وقت است، پس درنگ جایز نیست، زود حرکت کنیم، چون چند فرسنگی هم از شهر باید خارج شویم. به دستور سردار امیر خان دو مرد زنگی شتابان به سوی استبل که دیوار به دیوار دالان بود دویدند. اسبان زین کرده را بیرون کشیدند. یکی از آن دو به نزد اربابان خود برگشت و اطلاع داد که برای حرکت آماده شوند. سردار امیر خان پس از دادن دستورات لازم به مرجانه خود آخرین نفری بود که خانه را ترک نمود. پریخان خانوم هنوز سوار بر اسب نشده بود و انتظار سردار امیر خان را داشت که تا او را در سوار شدن کمک نماید و وقتی سردار شمخال خان از او پرسید: چرا ایستاده ای و سوار نمی شوی؟ پریخان خانوم سکوت نمود و به خنده کوتاه و معنیدار: دایی جان، خود جوابی ندارد. و به خنده کوتاه و معنیدار دایی خان خود جوابی نداد. سردار امیر خان با شتابی که از خانه بیرون شد مستقیماً به سوی اسب خود رفت. صدای پریخان که می گفت: سردار، مرا در سوار شدن کمک کنید، او را به خود آورد. امیر خان به جانب او رفت، نگاهی به سراپای معشوقش انداخت و گفت: تو که در سوارکاری سرآمده همه ما هستی. پریخان به میان حرف او دوید و آهسته گفت: منتظر بودم تو بیایی و مرا کمک کنی. امیر خان بی آن که حرفی بزند پریخان را از زمین بلند کرد و او را به روی اسب نشانید. پریخان خندید و گفت: زحمت کشیدید سردار. شمخال خان که جلوتر به روی اسب نشسته بود سر به عقب برگرداند و گفت: ناراحت نباش پریخان، سردار از زحمتی که به او دادی کاملا راضی است. امیر خان گوش و کنایه شمخال خان را دریافت ولی حرفی نزد. پریخان خانوم فریاد برآورد: آیا همه آماده حرکت هستید؟ شمخال خان به تندی گفت: آهسته صحبت کن پریخان، صدای داد و فریاد ما ممکن است جلب توجه همسایگان را بکند و همه از خانه هایشان بیرون بیایند. چند دقیقه بعد دو سردار که پریخان در میان آنها قرار داشت در یک ردیف اسبان خود را به حرکت درآوردند و به دنبال آنها دو غلام زنگی حرکت می کردند. پس از عبور از یکی دو کوچه شمخال خان سکوت را شکست و رو به دوستان خود نموده گفت: تصور نمی کنم راه عبور ما از خیابان مقابل در بزرگ دولتخانه باشد.
امیر خان بی تأمل گفت: خیر سردار، برای رسیدن به دروازه شرقی شهر باید از بازار دباغان بگذریم و هیچ لزومی ندارد که خیابان مقابل دولتخانه را قطع کنیم. پری خان خانم گفت: اگر راه دیگری وجود نداشته باشد، وضع ما به خطر خواهد افتاد و بیم آن می رود که شبگردان و عسس‌ها که دائما در آن خیابان مشغول گشت هستند، راه عبور بر ما ببندند و اجازه عبور بخواهند. ساعتی بعد که قهرمانان ما در خارج شهر به سوی قلعه راه زنان در حرکت بودند، سردار شمخال خان رو به جانب پری خان خانوم و سردار امیر خان نمود و گفت: امروز بعد از ظهر به ملاقات میرزا سلمان جابری وزیر اعظم و دوست همیشگی خودمان رفتم. پری خان به میان حرف او دوید و گفت: ای کاش من هم حضور داشتم، چون چندی است که او را ندیده و از حالش اطلاعی ندارم. شمخال خان گفت: وی در کمال صحت و سلامتی بر وزارت تکیه زده و با کیاست و فراست به رتق و فتخ امور مشغول است. اما وی داستان شگفت‌انگیزی را برایم حکایت کرد که از شاهکارهای خودش بود و از آن گذشته موضوعی را به اطلاعم رساند که بیش از پیش مرا به تعجب انداخت. سردار امیر خان گفت: بدون شک میرزا سلمان پرده از یک خیانت دیگر سلطانزاده خانم و حیدر میرزا برداشته است. پری خان گفت: گفته امیر خان را تأیید کرد. شمخال خان خندید و گفت: خیر عزیزان، من اینطور نیست. خیر عزیزان من اینطور نیست. او از حادثه‌ای که شب گذشته پشت همین دروازه‌ای که ما از آنجا گذشتیم اتفاق افتاده است سخن می گفت و گفت که به افسانه بیشتر شبیه است. پری خان خانوم بی صبرانه گفت: دایی عزیز، شما را به خدا حاشیه نروید، اصل قضیه را بگویید. شمخال خان اینطور آغاز سخن نمود: لابد اطلاع دارید که حضرت ذی‌الله نامه‌ای برای سلیمان میرزا توشیح نموده است. پری خان گفت: خود من حضور داشتم که پدرم دستور تحریر چنین نامه‌ای را برای برادرم به میرزا سلمان داد. سردار امیر خان اظهار بی اطلاعی نمود. شمخال خان دنباله سخن خود را چنین ادامه داد: میرزا سلمان همان شب که از دولتخانه به منظرش می رود، یکی از ماموران چابک سوار را برای رساندن این نامه به سلیمان میرزا انتخاب و او را به منزلش می برد و در حضور او نامه را درون لوله فلزی می گذارد و پس از آنکه سر آن را با مهر خود مأمور می نماید، بسته نامه را به دست آن مأمور می دهد و به او سفارش می کند که در صورت بروز خطر از جانب حیدر میرزا و یارانش، وی برای نجات جان خیش نامه را تحویل آنها بدهد. سردار امیر خان به میان حرف شمخال دوید و گفت: از کجا میرزا سلمان از وجود چنین خطری اطلاع داشت؟ شمخال خان خنده کنان گفت: او مردی باهوش و لایق است و این خطر را به وسیله جاسوسان خود که در حرمسرا میان خواجه ها پراکنده اند به دست آورده بود و با این وجود به مأمور حامل نامه سفارش می کند که اگر با حیدر میرزا و یارانش که در خارج شهر کمین کرده اند برخورد نمود و آنها نامه را از او مطالبه نمودند، وی فوراً لوله کاغذ را به دست آنها بدهد. پری خان پرسید: آیا مأمور حمل نامه به دستور میرزا سلمان رفتار می نماید؟ شمخال خان گفت: صبر داشته باش عزیزم، خیلی عجول هستی، داستان به این سادگی نیست. میرزا سلمان سفارشات لازم را به مأمور می کند و به او اجازه حرکت می دهد، ولی مأمور با شهامت در جواب میرزا سلمان می گوید که از کشته شدن باک و هراسی ندارد و حیدر میرزا موقعی می تواند به لوله محتوی نامه دست یابد که او در قید حیات نباشد. شمخال خان مکسی کرد و سپس ادامه داد و گفت: مأمور از خانه میرزا سلمان بیرون می آید و شتابان به سوی دروازه شهر اسب می تازد و ملاحظه می کند که دروازه شهر نیمه باز است.
وی هنگامی که با دروازه‌بان مشغول صحبت بوده، ناگهان صدای آمرانه ای او را به خود می آورد. رو بر می گرداند و سوار نقاب پوش و چکمه زرد به پایی را در چند قدمی خود می بیند. سردار امیرخان به تندی گفت او حتما حیدر میرزا بوده است که به این لباس در آمده. سردار شمخال خان گفت نه جانم، سوار نقاب پوش که چکمه زرد لقب یافته مأمور میرزا سلمان را تهدید به تحویل نامه می نماید و در یک حمله سوار نامه را به دست او می دهد و چکمه زرد پس از دیدن نامه آن را در جای خود می گذارد و مجدداً به دست آن سوار می دهد و به دنبال آن به صدای بلند می خندد و به سوار سفارش می کند که در صورت حمله حیدر میرزا او فوراً نامه را به آنان تحویل دهد و جان خیش را از مرگ نجات دهد. پریخان گفت عجیب است، آیا فکر میکنید آن سوار نقاب پوش که چکمه زرد لقب یافته از مامورین حیدر میرزا بوده است؟ امیرخان گفت من حدس میزنم که او از مامورین مخفی میرزا سلمان جابری میباشد. شمخال خان با خونسردی گفت حوصله داشته باشید، هنوز داستان به پایان نرسیده است، بیهوده فکر خود را خراب نکنید. پریخان خانم گفت پس بعداً او را شناختند؟ نه اینطور نیست، او هنوز شناخته نشده است. سردار شمخال خان دنباله سخن خود را گرفت و گفت چکمه زرد بلا فاصله از نظر ناپدید می شود و سوار حامل نامه به راه خود ادامه می دهد و به خارج شهر می رود و به طوری که میرزا سلمان حکایت می کرد نزدیک ظهر آن سوار که مجروح شده بود و چند جای بدنش بر اثر افتادن از اسب زخم برداشته بود به زحمت خود را به خانه میرزا سلمان جابری می رساند و به او اطلاع می دهد که حیدر میرزا و سوارانش که گویا فرخ آقا رئیس خواجه های حرمسرا در میان آنها بوده ناگهان با یک نیرنگ او را به دام می اندازند و نامه را از او می گیرند و به سرعت به طرف شهر حرکت می کنند. سردار امیرخان تعجب و گفت تعجب اینجاست که او را نکشتند. شمخال خان گفت آن سوار به میرزا سلمان گفته است که حیدر میرزا قصد کشتن او را داشته ولی فرخ آقا وی را از این عمل باز داشته و گفته است بگذار حریفان بدانند که ما تا چه حد قدرت و نفوذ داریم. پریخان خانوم به میان حرف او دبید و پرسید ولی داستان چکمه زرد به کجا رسید؟ شمخال خان خنده‌ای کرد و گفت حالا بگذارید داستان نامه را برای شما بگویم تا به او برسیم. امیر خان که خیلی شتاب و عجله از خود نشان می‌داد گفت میرزا سلمان دست به عمل کودکانه ای زده است. شمخال خان گفت خیلی عجول هستی امیر خان، نامه‌ای که به این طریق به دست حیدر میرزا رسیده است جز یک کاغذ سفید چیز دیگری نبوده و میرزا سلمان جابری با این حیله دشمن را از کمینگاه خارج نموده و سحرگاه پیک دیگری که نامه اصلی را همراه داشته به سوی خراسان اعزام نموده است. پریخان خانوم و سردار امیرخان هر دو یک صدا گفتند زنده باد میرزا سلمان جابری. شمخال خان گفت در اینجا سلطانزاده خانوم و پسرش برای چندمین بار طعم تلخ شکست را چشیدند و بدون شک کینه میرزا سلمان را به دل گرفتند. چند لحظه میان آنها سکوت برقرار شد. پریخان خانوم گفت و اما داستان چکمه زرد نیمه تمام ماند. سردار شمخال خان گفت پیدا شدن سواری با این مشخصات که به طرفداری از اسماعیل میرزا ما برخواسته است حتی برای خود
خود میرزا سلمان حیرت آور است و به طوری که خود او از قول جاسوسانش نقل می کرد، چکم زرد به داخل حرم سرا نیز راه یافته و در آن هنگام که سلطانزاده خانوم و حیدر میرزا و فرخ آقا از دیدن کاغذ سفید سخت خشمگین شده بودند، وی به داخل اتاق آنها وارد شده و همهشان را مرعوب ساخته است. پریخان خانوم آهی کشید و گفت: وضع عجیبی است، دیگر تأمین جانی هم نداریم. آرام باش عزیزم، چکم زرد از طرفداران ماست و جز خدمت به ما منظور و هدف دیگری ندارد. امیرخان پرسید: فکر میکنید از کدام دسته است؟ شمخال خان شانه هایش را بالا انداخت و گفت: این رازی است که هنوز کسی از آن سر در نیاورده و در چند مورد که چکم زرد خود را نشان داده است موفق به شناختن او نشده اند. شمخال خان جریان کشته شدن خدیجه را در نسق خانه که به دست چکم زرد به قتل رسیده بود برای دوستان خود نقل کرد و آنها را در بهت و حیرت باقی گذاشت. پریخان خانوم به شنیدن خبر کشته شدن خدیجه آه دردناکی کشید و گفت: خدیجه از جاسوسان من در دستگاه سلطانزاده خانوم بود و با اینکه از مرگ او متاثرم، ولی خوشحالم از اینکه قبل از آنکه فرخ آقا موفق شود او را وادار به اعتراف نماید و پرده از اسرار بردارد، وی به دست چکم زرد به قتل رسید. سردار امیرخان گفت: داستان شگفت‌انگیزی بود، اما از آن عجیب تر وجود چکم زرد است که ما را متحیر ساخته و من اگر روزی یا شبی با چنین کسی روبرو شوم، تمام کوشش خود را به کار خواهم برد که نقاب از چهره او بردارم. شمخال خان پرسید: اگر او را شناختی چه خواهی کرد؟ هیچ، صورتش را میبوسم و به شجاعت و از خودگذشتگی او سر تسلیم فرود می آورم. پایان قسمت 15.